با وجود مشکلات مهاجرت هنوز هم برای ترویج علم تلاش می کند و هر آنچه را که می داند به این کودکان تدریس می کند. شکیلا که باشنده اصلی ولایت هرات است نزدیک به 2 سال قبل به پاکستان نقل مکان کرده است. شکیلا از مدت 1 سال به این سو به کودکان تازه آمده به پاکستان مضمون زبان دری را تدریس می کند. خود من اینجا اولادام هم همینجا درس می خوند و همچنان من به صورت رایگان به اطفال درس میدم. با این که نمیتونیم ما از لحاظ مالی افغانا تامین کنیم چون یک شرایط سخت اینجا زندگی میکنن، نمیتونیم از لحاظ مالی اونا رو ما تامین کنیم خود چون خود ما همو بودجه نداریم و من خواستم که همه علمی که دارم و همه چیزی که از دستم برمیایه برای اولاد وطن خود خود ارائه بدم، مخصوصا زبان دری، کتابهای نوشتن، خواندن، شعرها، بعد دستور زبان دری، اینا همه اینا خواندن و آموختن. حدود 1 سال می شود که این مرکز تعلیمی صنوف رایگان دری، انگلیسی، قرآن کریم، نقاشی و خطاطی را برای کودکان و دختران نوجوان افغان مهیا کرده و معلمان آن نیز بدون دریافت معاش تدریس می کنند. مدت 1 سال میشه که اینجا آمدیم. در افغانستان صنف 10 بودم و اونجا رسامی کار میکردم. رسامی یکی از مضمونهای مورد علاقه ایم است چون پدر من استاد رسامی است. من خیلی رسامی را دوست دارم. من هدفهای خیلی بزرگ با رسامی دارم. چون اما فعلا تصمیم گرفتیم که رسامی که میکشم رسامی غمزده و جگرخونی نباشه. رسامی میکشم که بتانه مردم به زندگی امیدوار بسازه. ما از طریق هنر می خواهیم که کمک برای افغانه بکنیم. برای او افغانه ما که واقعا علاقمند هنر هستند و در آینده می خواهیم هنرمند واقعی شوند. و هنرمند کسی است که هنر خود به دیگران هم بیاموزاند. حدود 150 شاگرد در این مرکز تعلیمی مشغول آموختن علم و در اوقات مختلف در این مرکز حاضر می شوند. احمد بلال نیازی که تازه به پاکستان مهاجر شده است، مسئولیت پیشبرد این مرکز را بر عهده دارد. این کورس را قبلا یک نهاد به پیش می برد، بعدا وقت آن نهاد به پایان رسید و با این کار شاگردان بسیار مایوس شدند. پس از آن مسئولیت این مرکز را بر عهده گرفتم، ولی نمی دانم که تا چه وقت آن را به پیش برده خواهم توانست. این مرکز تعلیمی در شهر راولپندی در نزدیکی اسلام آباد موقعیت دارد. بلال احمد تلاش دارد تا این مرکز را به یک مکتب ارتقا دهد، ولی به دلیل نبود جای و بودجه نتوانسته تا حال این کار را عملی کند. خدیجه همال، خوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.